در حال حاضر صلح به افغانستان برگشته است و این بر افغان هاست تا ویرانی های ناشی از نفرت و خشونت را با محبت و صلح بازسازی نمایند. در جریان سالهای سیاه جنگ بسیاری از افغانها از لحاظ روانی متضرر شدند. مظالم جنگ به بسیاری از افغانها تصور منفی در مورد جهان داده است. مردم اکثراً با قهر و ناامیدی به قضایا برخورد می کنند و متعجب هستند که چرا با وجود این همه کار و سرمایه گذاری که در کشور صورت می گیرد باز هم زندگی آنان با چنان بدبختی و مشکلات همراست. ما می دانیم که همه چیز آهسته آهسته به سوی بهتر شدن به پیش می رود، اما باید کار زیادی صورت بگیرد. مردم افغانستان نیاز به تمرکز روی انکشاف مثبت در کشور دارند. چیزهای مثبت زیادی وجود دارد که می توانیم در مورد آن صحبت نماییم. افغانستان توانست که بعد از سقوط طالبان یک بار دیگر در عرصه ورزش به جامعه جهانی بپیوندد و حالت تعلیق برداشته شود. در آن سالها بسیاری از ورزش ممنوع قرار داده شده و افغانها نمی توانستند در رقابت‌های بین المللی شرکت نمایند. اما در حال حاضر افغانها در رقابت‌های جهانی به رقابت می پردازند و نه تنها مدال‌هایی به کشور آوردند، بلکه غرور و افتخار را نصیب افغانستان کردند. کمیته ملی المپیک افغانستان در سال 2002 زمانی که در بازی‌های بوسان در کوریا اشتراک ورزید، توسط کمیته بین المللی المپیک دوباره به رسمیت شناخته شد. کمیته ملی المپیک افغانستان در حال حاضر عضو کمیته بین المللی المپیک IOC که مقر آن در شهر لوزان سوئیس است و عضو شورای المپیک آسیا مستقر در کویت می باشد. کمیته ملی المپیک افغانستان در سال 1935 ایجاد گردید که متعاقب آن عضویت کمیته بین المللی المپیک را به دست آورد. کمیته ملی المپیک افغانستان در سال 1935 ایجاد گردید که متعاقب آن عضویت کمیته بین المللی المپیک را به دست آورد. کمیته ملی المپیک افغانستان به عنوان عضو خانواده المپیک برای بار اول در سال 1936 در رقابت‌های المپیک در شهر برلین جرمنی شرکت کرد. در آن رقابت‌ها تیم المپیک افغانستان در 5 نوع سپورت در رشته‌های کشتی، فوتبال، تنیس، هاکی و اتلتیک به نمایندگی از کشور به رقابت پرداختند. تیم‌های المپیک افغانستان آخرین بار در المپیای 1996 در اتلانتا شرکت کردند. در آن سال افغانستان هنوز هم می‌توانست در بسیاری از رقابت‌های جهانی به رقابت بپردازد. افغانستان و ورزش در زمان حکمروایی طالبان از سال 1996 تا 2001 روزگار سیاهی را تجربه کردند. رژیم طالبان بسیاری از ورزش‌ها را به استثنای فوتبال و کریکت ممنوع قرار داده بود. مسابقات فوتبال در ورزشگاه غازی انجام می‌شد و کمیته کریکت پاکستان اجازه داشت تا بازیکنان کریکت را تمرین دهد. این بازیکنان در مسابقات داخلی در کشور شرکت می‌کردند. ورزشکاران زن در بدترین حالت قرار داشتند، زیرا نمی توانستند در مسابقات داخلی و بین المللی شرکت کنند، چون سیاست سرکوب کننده طالبان آنان را از این کار باز می داشت. افغانستان بعد از سقوط طالبان در 2001 توجهش را دوباره به چیزهای معطوف کرد که به علت سیاه فکری رژیم از بین رفته بودند. با ایجاد حکومت انتقالی در 2002، کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت‌های خود را با ایجاد 34 فدراسیون تحت رهبری حکومت افغانستان آغاز کرد. حال بسیار خوب است.
وقت که افغانستان ترقی کرده مدت 5 سال است که ما تمرین میکنیم و تشکری از فدراسیون اتلتیک میکنم که در این مدت کم که به نظر من بوده که تانسته که یک ورزشکار خوبی را تربیه کرده باشه و سفرهای خارج رای کردن و مقامهای خوبی را به دست آوردن و نمایندگی خاص از فدراسیون اتلتیک کردن. ورزشگاه غازی در سال 1923 به عنوان محل رسمی المپیک ساخته شد و در زمان رژیم ظاهرشاه مرحوم گشایش یافت و به نام ورزشگاه غازی مسما شد. ورزشگاه غازی گنجایش 25,000 تماشاچی را دارد. در حال حاضر از این ورزشگاه اکثراً برای مسابقات فوتبال و هاکی کار گرفته می شود. اولین مسابقه بین المللی که بین کشورهای افغانستان و ایران در ورزشگاه غازی برگزار شد در اول جنوری سال 1941 بود. آن مسابقه با نتیجه 0-0 به پایان رسید. در اواخر دهه 90 میلادی از این ورزشگاه به عنوان محل ایجاد رعب و ترس توسط طالبان کار گرفته می شد. در حالی که این ورزشگاه شاهد مسابقات بین المللی فوتبال، پهلوانی، هاکی و بوکسینگ بود. اسم تخمینه تنتا کوهستانی و عضو تیم اتلتیک کشور می باشم و مشوق اصلی من در این عرصه فامیلم بوده که همیشه آرزو داشتن که دختر داشته باشن در تمام عرصه ها، یعنی از خود یک شخصیت داشته باشه و همین تشویق اونا بوده و استعداد خودم که تانستیم به اینجا برسم. آرزوی هر ورزشکاری است که در مسابقات خارج از کشور خود اشتراک کنه و بتانه که یک افتخار به افغانستان و وطن خود کسب کنه. من بسیار خوشحال هستم، بسیار لذت میبرم. با مدت 30 سال میشه که تیم ملی هستم. با مشکلاتی که ما داشتیم بازم ما تانستیم که به جای برسانیم و تلاش ما همیست که به پای کشورهای پیشرفته برسانیم. بعد از سقوط طالبان این ورزشگاه به همکاری حکومت ایتالیا در سال 2002 بازسازی شد. ورزشکاران کمیته ملی المپیک افغانستان در طی 4 سال گذشته با اشتراک در مسابقات بین المللی و حضور در محافل المپیک بین المللی پیروزی های واقعی زیادی را نصیب خود کردند. با وجود نداشتن وسایل و امکانات مدرن، آنان با کشورهای دیگر در مسابقات بر رقابت پرداخته و برای افغانستان سربلندی و افتخار آوردند. ورزشکاران افغان بالاتر از مدال‌ها و پیروزی‌ها نشان دادند که با وجود مشکلات فراوان، سال‌های جنگ و نیاز به بازسازی کشور، آماده حرکت به پیشند تا افتخار را برای کشورشان به ارمغان بیاورند.